از اجتماع تا با فرهنگ، از تحلیل تا سیاست و از گزارش تا خبر، همه و همه را از رادیو بغلان بشنوید. رادیو بغلان 89.2 FM. اخبار این ساعت از طرف اسلام قلعه در ملتون با شما تقدیم می‌گردد. السلام علیکم شنونده عزیز، به اخبار این ساعت خوش آمدید. من محمد امیر محمدی ابلاغ هستم و با تقدیم سرویس خبری این ساعت در نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم امروز. سه مخالف مسلح در انفجار ماین خودشان در لوگر کشته شدند. تلفات ملکی در هلمند یونما را عمیقا نگران ساخته است. و سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید که پاکستان به اذیت مهاجران افغان پایان دهد و خبر دیگر نیز داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مشروع اخبار. مسئولان امنیتی ولایت لوگر میگویند که سه مخالف مسلح دولت در انفجار ماین خودشان در این ولایت کشته شدند. جنرال اسمت الله علیزاده قمندان امنی ولایت لوگر به رسانه‌ها گفت که این حادثه پیش از ظهر امروز در حوزه چلوزای ولسوالی برکی برک رخ داده است. مسئولین در لوگر میگویند که عبدالی سردسته یک گروه 40 نفری مخالفان مسلح دولت نیز در میان کشته شده ها شامل است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد آنچه کشته شدن افراد ملکی در ولایت هلمند خوانده شده نگرانی عمیقش را ابراز کرده است. یونما بر روز یکشنبه در یک خبرنامه گفت معلومات ابتداییش نشان می‌دهد که اخیراً در حمله‌های هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی سنگین حداقل 18 فرد ملکی که تقریباً تمامشان زنان و اطفال بودند کشته شدند. به اساس معلومات یونما 891 فرد ملکی در سال 2016 در ولایت هلمند کشته و زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بار دیگر است از تمام جوانب درگیر منازعه در این کشور خواسته است که تمام اقدامات ممکن را جهت حفاظت ملکی ها روی دست بگیرند. یک بزرگ قومی ورزگان صبح امروز در کندهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. به گفته مقام‌های محلی این فرد در منطقه نوی کلی در ولسوالی سپین بولدک کندهار کشته شده است. صمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار این رویداد را تایید می کند، اما می گوید که این شخص بزرگ قومی نبود است. اما یک منبع به رسانه گفته است که این بزرگ قومی صبح امروز در حین ادای نماز هدف گلوله قرار گرفته است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. و خبر اخیر این که سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید که پاکستان باید به آزار و اذیت مهاجران افغان مقیم این کشور پایان دهد. یک محقق این سازمان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان باید در این زمینه بالای پاکستان فشار بیاورد. این سازمان همچنان بالای حکومت انتقاد کرده که گویا تعهداتش را در راستای حل مشکلات فرارای مهاجران افغان عملی نکرده است. سازمان نظارت از حقوق بشر در حال این سخنان را ابراز می کند که حکومت افغانستان امواره تأکید کرده است که رسیدگی به مهاجرین افغان در اولویت‌های کاریشان قرار دارد. و شنونده عزیز، تشکر از توجه شما. به اخبار این ساعت از شما تمنا دارم که با بقیه برنامه‌های رادیو بغلان بمانید. وقتتان خوش، خداوند نگهدارتان. اخبار این ساعت از طرف اسلام قلعه در ملتون به شما تقدیم گردید.
تحلیل و سیاست، خبر و گزارش را از بغلان بشنوید. رادیوی بغلان 89.2 FM.